ساقیا همچون گلی رنا در ایامی بهار، جامی زرد از باده گل گندمی حالی مدار، هست دودی زیادشی سوزن بقید افراخته، دینی حالی قامت اکثر ریزی در مال ازاره و سلام دوستان عزیز، شماتون بخیر باشد. باز هم توسط برنامه خاطره ها با شما پیوستیم و یک گروه کسبی موسیقی که پیوسته مهمانی برنامه ما هستند باز هم در برنامه ما رو همراهی خواهند کرد این شام و باز هم سرودهای کلاسیکی خواهیم شنید. انسامبل شش مقام فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با نام اکاشریف جورایف عین حال در مهمانی برنامه ما هستند و هم صحبت ما هستند خورسند مراد ظریپوف هنرمند شایسته کشور. شماتون بخیر. تشکر زیاد، سلامت باشید. در آغاز برنامه رو با یک سرود بسیار هم دلنشین شروع کردیم که این سرود رو بسیار سرود موندگار و جذاب بود که استادان صنعت شش مقام سرایان محبوب تاجیک بارها بارها اجرا کردند و عین حال از همین گروه شما شاه صنم نیز برامون این سرود رو پیشنهاد کرد.
اولا سلام و درود زیاد به همه تماشابینانی و خصوص برنامه خاطره های تلویزیون سفینه. حالا سرودی که ما همراه اجرا گوش کردیم با نام دلخراش، آهنگی کلاسیک است، غزل از حافظ شیرازی است، آوازخوانانی که در هیئت انسامبلی شش مقام خوانانی فیلهارمونی در تورستان به نام استاد اکشری جرف فعالیت دارند. یوسف شاهسنم اجرا گردید، خیلی بدرجه عالی بود. خودی شاهسنم که خط کرده کنسرواتوری دولتی ملی به نام استاد تلخوجا ستارو است، از استادا بسیار آموخته است و امروز در انسامبل فعالیت دارد. خیلی فعال هم است، هم از جهت آواز هم از جهت رپرتوری، مثلا اجرایشی سرودهای کلاسیکی، ولی خیلی هم خوب سرایید آهنگی دلخراش. بسیار با زغ میبارد، با شور میبارد، چونکه در باری بهار گفته شده از ساقی ها، همچون گویی رعنا در ایام بهار گفته، مردم با شور و زغ دعوت میکند. همین سرود خریب که اون استادانی که درویش شش مقام اجرا میکردن اجرا کرده شده است و امروز ما هیئت انسامبلی شش مقام خوانای فیلهارمونی در تورستان برای استاد اکشری جرایف تصمیم گرفتیم که همین با جوانان آموزانیم، آینده اینها با جوانان آموزانند، چونکه خودش یک چیم بسیارم آهنگی خوب هم هست، اون نوتایی که مثلا عرض دارد بسیار هم استادانه اجرا کرد، درست اجرا کرد. آهنگ مالی کیست؟ آهنگ کلاسیکی است، آهنگی کلاسیکی است، غزل از حافظ شیرازی است. گفتیم که در اول استادان اجرا کرده بودند و تا حال مثلا نسل جوان اجرا میکنند، ولی از همون اول تا به امروز یگان ایلوه و یا واردات در این سرود عینن همون گونه اجرا میشود؟ مثلا هر هنرمند وقتی اجرا میکند همون ساختار است. اثری که اجرا کرد شاستانان دلخروش همون ساختار است، لیکن بود آواز از آواز وستگی دارد که مثلا اون نالای اون شیرینی که در همون اثر است به طریق آواز این خیلی خوب هم اجرا کرد. هر کس میخواند، مثلا یک بابا میدارد فتح گل باشد، اگر گلی خوشروی میخواید گیرید، بله، همون شاختان هم رنگی همون گلی خوشروی که بابا میدارد همون گل هم میخواید که گیرید، اینا همینطور اجرا کرد. یعنی ایلوه نیست و هر کس میتواند با صدایی که دارد، با لحن صدایی که دارد، دیگرگونه رسوند و گوش شنونده همین سرود رو. و دوستان عزیز، حالا باز یک سرود دیگر داریم در اجرای شاهسنم و با هم شنویم. ایستادم برای رنگم زیرو پریده، ایستادم
یار از غیر ما پوشان نظر گفتم بچش وانگهی دزدیده بر ما می نگر گفتم بچش گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا تا سحرگاهان ستاره می شمر گفتم بچش گفت اگر گردد لبت خشک از دمی سوزانی آن باز می سازش چوشم از گریه تر گفتم بچش باز می سازش چوشم از گریه تر گفتم بچش گفت اگر بر آستانم آبای زدیش تشنگان را مژده ای از ما ببر گفتم بچش تشنگان را مژده ای از ما ببر گفتم بچش گفت اگر داری حیا ای دور وصلی ما کمان این دریا بپر ما زیاد در این برنامه اطرافی سرودهای کلاسیکی، اطرافی سرودهای شش مقام صحبت میکنیم، حرف میزنیم و باز هم کم است. هر سرود به خود یک تعریف دارد که مثلا هر اوج و هر مصرع و هر طرز ایجاد به خودش شرح علاقیده دارد. در برای این سرود برای ما بگوید. سرود دویمه که از طرف شخصان هم اجرا گردید و فر راگ از کمال خوجندی بود و سپورش هم از کمال خوجندی بود. اصلا این همین اثری که شخصانم اجرا کرد من همینه بیشتر گوش میکنم حافظه ها یک جای میخوندن کم در کم اصلا که مثلا حافظه ای که تنها اجرا کرده باشن دیکی امروز شخصانم این اثر خودش تنها اجرا کرد خود این اثر مثلا خصوصا افری روک شما بینید که وقتی پای در پر میاد و بسیار مشکل است وقتی آبجم بگیری بود جوی هنگی دارد و جوی اووزی دارد و چی دارد همین این از افتاش پر اومد اجرا کرد گفتید که این سرود رو گروهی اجرا میکنن از اون یکی دشوار است اجرایش برای همین؟ البته چونکی بیشتر اینا همون در چورا بینوی دولتی حکومتی انسامبل ششکون خونون همی کمیتی تیلنو را دینا دی حکومتی جمهوری تستان بنامی فرزین شاو اجرا کردگن اونو باز سی قسط چور قسط کرده اجرا کردگن یک جای خونده گن لیکن امروز شخصان هم همینه خصوصا همون دویم و ای فری روک به صورت اصیل است که این هم اوود است که سپران است و آفجوی برنده میگیرد همانا خوب اجرا کرد و در آخر یک سرود دیگر داریم فروغ مستعزاد نوا این سرود هم در شش مقام یکی از سرودهای ماندگار است و سرود است که نسل به نسل آمده است سرود است که بسیار هم در سطح کسبی استادان ما اجرا کرده و تا به امروز به ما میراث گذاشتند. بله، فروغ مستعزات نوا، غزل سعید نصفی، از مقام نوا است. خودی اثر از درآمد سر می شود، نیم ارز دارد، بعد نمودی نوا هست در اینجا. نمیدی نوای اجرا میکنند بعد آوی میشود باز فروبر دارد با همین اثر خاتمه میابد این اثر هم شما تصور کنید که چند عرض گذاشته تا زمان ما اومده رسیده چون که خودی موسیقی شش مقام بسیار موسیقی بزرگ است موسیقی که به قول شیدر میگوید شاهانه شاهکاری زیاد دارد و همین خودی همین شاهکاری نمیده که تا زمان ما آرستان من بار دارم که همین اثرهای شش مقام مثلا اگر
زیاده از 250 اثر باشد میلیون سال هم گذارد که باقی میموند چون که خیلی خوب ایجاد شده است و بیشتری همه آهنگی که در شش مقام هست غزل از کلاسیکان هست بهترین سخن و بهترین غزل های در شش مقام که میلیون نیسان آهنگ بسته هست تا زمان ما آمده رسیده است و حالا از بود یک آوازخونی که در انسامبلی شش مقام خانانی فیلارمونی در تویستان بانوی استاد اکشیری جرا فعالیت دارد رحیم رستم مادی گویانجای گوش میکنیم همین اثر رو از پای
میرم آدم ربا خاک گلشن چون گلیستا میرم آدم ربا سلامت باشه تشکر زیاد به شما همگی خوش اومدید به برنامه ما و دوستان عزیز ما این شام در برنامه یک چند نوای سرودهای سنتی تاجیک رو تنین انداز کردیم همراه یک گروه کسبی موسیقی و یک گروهی که همیشه در برنامه با ما خاطررسان میکنند سرودهای ماندگار سرودهای خاطرمان از موسیقی سنتی رو انسمبل ششمخومی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یک شریف جورایف بودند عین حال در برنامه همراه ما و هم صحبت ما بودند خورسند مراد ظریف هنرمند شایسته کشور این فرجام برنامه این شومه خاطره ها بود و به شما سلامتی میخواهیم و خوشهای زندگی بکامتون خیلی.